من پرویز مینویی هستم، مطابق معمول دوشنبه ها و چهارشنبه ها بعد از ظهر از ساعت 6:30 تا 8 به وقت واشنگتن در خدمت شما عزیزان هستم. این برنامه رو که من امروز خدمتتون تقدیم میکنم، امروز 12 اسفند برابر است با 2 مارچ و در واقع چیزی به عید نمونده دیگه، 17 روز به عید بیشتر نمونده و مراسم عید رو باید در نظر داشته باشیم، برای بچه‌ها یادآوری کنیم، برای خانواده یادآوری کنیم، اینقدر بگیم شعرهای نوروزی رو بخونیم، بهار آمد و نوروز آمد و از این شعرهای خوب. حالا منم سعی میکنم پیدا کنم براتون بخونم. به هر حال عید ایرانی یک عیدی است که باشکوه‌ترین عیدی است که من به عمرم تو دنیا خوندم و شنیدم. ببینید، اول اینکه اول بهار با مطابقت با فصل سال، فصل نو شدن سال، بعد مراسمی که داره از قبلش بعدش. مثلا شما فرض کنید که کریسمس، خب یه روز تموم میشه دیگه، فرداش کریسمس نیست، دیروزش هم کریسمس نیست، سال نمیدونم نو اول ژانویه یه روز قبلش خبر نیست، بعدش هم خبر نیست، فورت آف جولای یه روز خبری دیگه نیست. ولی نوروز ببینید، اولا با خریدهای نوروزی، با خرید لباس نو، خرید آجیل و شیرینی و ماهی و وسایل مختلف هفت‌سین و اینچیدهش سال نو شروع میشه. یعنی الان مثلا فرض کنید که از چند روز دیگه تهران بازارها شلوغ میشه، مردم اومدن خرید، چیزهای مختلف رو بخرن. بعد شروع میشه به چهارشنبه سوری. چهارشنبه سوری خب خودش باز یه سری مراسمی داره، یه آتشی که از روش میپرن، قبل از آتش فالگوش وای میسن، فالگوش وای میسن. خب البته ممکنه الان دیگه فالگوش وای میسن چیزی نباشه، چون عملی نباشه، چون از مردم پیاده را میمیرن که فالگوش وای میسن. ولی قبلا که پیاده میرسن کوچه ها، مردم پشت زاویه کوچه ای وای میسن. افرادی که داشتن میامدن، اگه مثلا 2 نفر بودن با هم حرف میزدن یا 3 نفر با هم حرف میزدن، اون حرفی رو که اونا میگفتن برای خودشون فالگوش میگرفتن، یعنی با گوششون یه چیز میشنیدن، اون رو فال میگرفتن برای خودشون. مثلا یارو میگفتش که من دارم میرم مثلا رنگ بخرم، خونه رو رنگ کنم، میگم بابا بابا داره مثلا فرج میشه، تندرستیه، نوعیه، چیزها مختلف اینجور چیزاست. بله. یا اگه مثلا یارو میگفتش که پسرم هم مسافرت داره میاد، خب اون باید یه برحس به اون چیزی که فکر کرده بودن اینو یه تعبیرات میکردن دیگه. بعد میبینن از رو آتش میپریدن، وقتی بعد از رو آتش میپریدن شروع میشد قاشق زنی. را میفتدن در ایران اینجوری بود، نمیدونم چرا اینجوری بود، بیشتر پسران یه چادر سرشون میکردن، لباس دو مثلا خودشون به شکل دختر در میوردن، با یک کاسه میرفتن دمه در خونهی با قاشق میزدن و بعد اون صاحب خونه، البته اینجا میگن تریک و تروک، یعنی میخوای من اذیت کنی یا میخوای به اصطلاح پذیرایی کنی، اونجا هم در واقع همینطور بود. یا تو این کاسه شون مثلا یه مقدار پول، یه مقدار آجیل شیرینی میگشتن، یا سعی میکنن کاسه رو از دستشون بگیرن، مثلا صابخونه میخواست کاسه یارو رو، قاشق یارو رو از دستش بگیره، البته به عنوان شوخی که اصلا بفهمین کیه، میدونی که بفهمین کیه. برحال بعد از اینکه چهارشنبه سوری مسائلش تموم میشه، عید شروع میشه. عید امسال در لس آنجلس ساعت 9 بعد از ظهر 9 خورده ای خواهد بود، من مقدار دقیق شرط رو میگم، و در هوستون تگزاس که من اینجا در هوستون تگزاس هستم ساعت 7 بعد از ظهر روز شنبه شب خواهد بود و در واقع ساعت خوبی است، چه هوستون، چه لس آنجلس، چه واشنگتن، حتی چه ایران.
چون در ایران همون لحظه شاید مثلا بامداد صبح یک شنبه است. البته در امریکا چون که روز شنبه ای تحویل میشه، روز یک شنبه تعطیل، اون نزدیکان درجه یک میتونن برن دیدن هم دیگه. و البته در ایران خب ندی یک شنبه که تعطیل نیست، ببخشید در ایران اصلا عید تعطیل، من حواسم کجای کار. در ایران ادارات عید 5 و 7 روز تعطیله، مدرسه ها 2 هفته تعطیله و تعطیلات بسیار خوبی رو خواهند داشت که بسیار میرن مسافرن و بعد 13 به در میاد، همه میرن یه روز میرن صحرا. خیلی کمتر ملتی اتفاق میفته یه روزی همه مردم، حالا همه مردم میگن نه که 100%، ولی 30% مردم برن توی باغا و پیکنیک و بیرون شهر و اینا، ببینید چه هیجانی میشه، چه جمعیتی میشه برای بیرون شهر. خب من این برنامه که از هوستون تگزاس میفرستم از طریق اسلینگ باکس که آقای امید امیدوار خودشون برنامه شو دادن، گفتن چی بشه، چی کار، چیه بخد، چی جور بس کن. آقای سمس خوابتی اومدن ایشون اینا همه رو وصل کردن. کار آقای سمس خوابتی بسیار جالب، قیمتشون خیلی مناسب، اگه کسی میخواد استودیو را بندازه به ایشون مراجعه کنه. بعد عرضم به خدمتتون که این برنامه که از اینجا میره به واشنگتن از طریق اسکرین باکس میره اونجا، اونجا از طریق اینترنت میاد روی تلویزیون یوتیوب. در تلویزیون یوتیوب وقت کسانی مستقیم اینو میتونن بگیرن، از جمله کسانی که مستقیم میگیرن و پخش میکنن آقای ناصر توکلی در رادیوی ایران هوستون تگزاس هستن، چون اسم رادیوشن از رادیو ایران هوستون تگزاس. پس بنابراین www.k که علامت رادیو هست بعد r-i-h-t رادیو ایران هوستون تگزاس بعد .com یا .co از روی وبسایت یا از روی GLVs یا از روی تلفن های هوشمند میتونید ببینید. همزمان روز چهارشنبه مردم تیوی دوست ازم آقای پارسا سوروی این برنامه رو مستقیما در مردم تیوی پخش میکنن و بعد ضبط میکنن، میزن روی به اصطلاح مدیا قرار میدن که هر کی بخواد میتونه بره یوتیوب یا جایی که مناسب است این رو ببینن و اگه میخوان به اصطلاح ببینن از اونجا و زمین از مردم تیوی تکرار میشه و آخر هفته هم دوباره پخش داده میشه. من قرارمون در این بود، ببینید با آقای سوروی دفعه پیش اومده این مطالب رو خط گفتن و بعد آقای ناصر توکلی مطالب گفتن، در واقع دوباره آقای سوروی اومدن گله کردن اینا، صحبت شد. ببینید ما اطلاعاتمون معمولا ما ایرانی ها اطلاعاتمون بر حسب شنیده هامونه، اطلاعاتمون بر حسب مطالعه همون نیست، بر حسب شنیده هامونه و اطلاعاتمون هم معمولا ناقصه. اون داستان مشهور هست که میگن یک وزیر به پادشاه و قربان همه درباریان همه فکر میکنن همه چی میدونن، شاه گفت نه بابا چه که هم چی چیز میشون، گفت بهتون نشون میدم. فردا یه جلسه بود که بسیاری درباری ها حضور داشتن، این دستمالی پس بست به چونش اینطوری رو سرش اینطوری، همه گفتن چی شده، دندونم درد گرفته، یکی گفت نمیدونم این کارو بکنی، یکی گفت اون کارو بکنی، هیچ کس نبود که نگه، هیچ کس نبود بگه برو دکتر، همه خودشون رو حل میدادن برای اون. بعد اون دستمال رو واکر گفت ببین من دندونم درد نمیکنه، میخواستم به مثلا اعلی حضرت بگم ببین همه راه حل براش بلدن. حالا ما درباره همه رویدادها راه حل بلدیم و شرح بیان بلدیم، مثلا حضرتون به کی بود، از این بود این بود این بود، مجرد این کن این هن این هن این هن نمیدونم نسبت آزادی که این هن. ولی چرا 28 مرداد چی بود، 25 مرداد چی بود، همه رو میگیم. نمیدونم 15 خرداد ما چه خبر بود، همه جزئیات چی میگیم، ولی مطالعه نمی کنیم، متاسفانه مطالعه نمی کنیم، مطالعه ما ایرانی ها بسیار کم. ببینید در مورد بیسر من بیسرش یعنی رویداد مرداد، من نمیخوام بگم 28 مرداد، بلکه میگن اصلا میگن گودتا در 25 مرداد بوده. حالا مرداد ما، رویداد مرداد ما که در ایران اتفاق افتاد، من حدود مثلا 14-15 سالم بود.
و از سال 1332 ما در ایران بودیم تا سال 57 انقلاب شد، میشه 32 تا 57 میشه 25 سال. بعد از اون ما 4-5 سال ایران بودیم، میشه 30 سال. یعنی بعد از این که این رویداد 28 مرداد اتفاق افتاد، 30 سال من تو ایران بودم، شاهد عینی هم بودم، بلکه من خودم بودم در اون جریانات رفراندوم و اینا شرکت کردم. من شاهد عینی، البته من هیچ بهش بهایی نمیدم، بلکه شاهد عینی اون شعر مولانا میشه که یه دیر چشاشون بستن رفتن توی اتاق تاریکی فیلم رو لمس کردن، بعد که اومدن بیرون یکی میگفت فیلم مثل ستونه، چون به پای فیلم دست داده بود، یکی میگفت مثل مثلا فرض کنیم که شیلنگ آبه، چون که به خورتون رو زدن بود، یکی میگفت مثل دیوار اون که به مثلا پهلوش دست داده بود، یکی مثلا میگفت یک استخوان درازی اون که به مثلا آجش دست داده بود. هیچ کدوم فیلم کامل نهیده بودن. حالا ما هم اگر شاهد یک موضوع زندگی داشتیم بگیم ما خودمون اونجا بودیم، ما که همه این شهر رو که نهیدیم، ما که نفهمیدیم در تهران چه اتفاقات افتاد، ما یه خیابونی بودیم دیدیم تو اون خیابون چه اتفاق افتاد، اگر توی این جلوی بارستان بودیم دیدیم جلوی بارستان چه اتفاق افتاد، دیگه نفهمیدیم تو توپخونه که چه اتفاق افتاد، نفهمیدیم تو میدون فوزیه چه اتفاق افتاد. اونا رو که یک گزارشگرانی برن گزارش بدن، یک خواننده بی نظری اونا همه رو بخونه نتیجه گیری کنه، ولی ما این کار رو نمی کنیم. چون عممون اومد گفتش که 100 نفر کشتن، ما میگیم 100 نفر کشتن. من میگفتم بعد از رویداد مرداد ماه 1332 من 30 سال تو ایران بودم، پس 30 سال به هر حال مطالعه داشتم، کتاب خوندم فلان. بعد اومدم بیرون رفتم در سوئد، 6 سال اونجا بودم. اونجا کتابخونه هایی که کتاب فارسی داره فراوونه، ما میرفتیم کتاب ها رو قرض میگرفتیم، میخوندیم ده روز میخوندیم پس میدادیم. دوستی داشتم که بسیار کتاب های زیادی داشت، از کتاب های اون خوندم. بعد اومدم امریکا یک سری کتاب رو در اینجا دوباره خریدم، تهیه کردم. این کتاب ها رو بهتون نشون میدم که ببینید چقدر من کتاب در این مورد تهیه کردم و مطالعه کردم، و یکیشو به یک دلیلی انتخاب میکنم و از روی اون بخشای رو براتون میخونم. امیدوارم که آقای پارسای سربوی و دیگر بینندگانی که علاقمند به این موضوع بودن و من به این کار تشویق کردن در جریان باشن و نظراتشون رو بگن. ببینید این کتاب خاطرات اردشیر زاهدی پسر تیمزار فضل‌الله زاهدی است، داماد شاه بود، بعد وزیر خارجه بود در امریکا، سفیر وزیر خارجه در ایران بود، سفیر ایران در امریکا بود، در انگلیس بود، در جریانات سیاسی بوده، هم به همراه پدرش هم خودش. پس خاطراتی می‌نویسه با ارزش و خوندنی. این کتاب نگاه به شاه آقای دکتر عباس میدانی نوشتن و اینم خب کتابی است که مستنده و من خوندم و قسمت‌هایش علامت زدم. این خاطرات اردشیر زاهدی، خود آقای اردشیر زاهدی با پدرشون عکسشون روی کتاب، این جلد دوم خاطراته. این کتاب نوشته دکتر محمد مصدق، آسیب شناسی یک شکست از انقلاب مشروطه به انقلاب اسلامی، علی میرفطرس نوشتن این کتاب رو. این کتاب سوداگری و تاریخ، بعد زیرش نوشته که پاسخی به آسیب شناسی یک شکست علی میرفطرس، یعنی درباره اون کتابی که گفتن، این کتاب که آقای محمد امینی نوشتن. این کتاب آقای محمد امینی درباره مطالب اون آسیب شناسی یک شکست، درباره مطالب اون باز مطالب نوشتن، یعنی نکته هایی که اونجا گویا نیست یا اشتباه برداشت شده اینجا دربارش بحث شده.
ببینید این کتاب رو دکتر هوشنگ نوابندی نوشته، نوشته سه رویداد و سه دولت مرد، سه رویداد و سه دولت مرد درباره سه شخصیت زاهدی، مصدق و قوام. فکر من درست گفتم دیگه؟ بله، درباره این سه شخصیت، آقای زاهدی، آقای دکتر مصدق و آقای قوام نوشته شده. ببینید این کتاب منصوره پیرنیا درباره اردشیر زاهدی و زندگی اردشیر زاهدی نوشته که اینم کتابیست که اینجا هست. من غیر از اینا کتاب های دیگری رو هم باز خوندم در این مورد، دیگه فرصت نکردم برم همه رو بگردم براتون بیارم اینجا، ولی این یعنی یک کتاب ویژه است، این یک کتاب شاخصه. حالا میگم چرا شاخصه. این کتاب به یک آقای ایرانی به نام آقای دکتر هوشنگ نهابندی و یک آقای فرانسوی با هم نوشتن. من چند خط رو ببینید، این نوشته یادداشت‌های سرآغاز، درست؟ اینجا نوشته یادداشت‌های سرآغاز. من چند خطی از اینو میخونم، بعد یه چند خط دیگر هم یه جای دیگه میخونم و بعد امیدوارم که حوصله داشته باشید که من بخشی از این کتاب براتون بخونم، هم برای خودم مروری میشه، همین که شما این کتاب خوندید مرور میشه، اگرم نخوندید که خب میخونید دیگه بخشایشو. نوشته زندگی نامه محمد رضا پهلوی، آخرین شاهنشاه ایران، در ژانویه 2013 در پاریس انتشار یافت و در ماهای فوریه، مارس و سپس ژوئن همین سال، این در عرض سه ماه، به سبب استقبالی که از آن شده بود سه بار تجدید چاپ شد. طبق آماری که در پایان نیمه اول سال جاری از سوی مراجع صنفی در پاریس منتشر شد، در 10 سال اخیر این نوشته از لحاظ فروش چهارمین زندگی نامه یا بیوگرافی پرفروش در فرانسه بوده است. 2 برنامه یک ساعته رادیویی و 1 برنامه تلویزیونی در فرانسه، 2 برنامه طولانی رادیویی در بلژیک به آن اختصاص داده شد و رادیوهای فارسی زبان نیز درباره آن بحث‌ها و مصاحبه‌های ترتیب داد و پیش از 10 روزنامه و نشریه فرانسوی مقالات مفصل به آن اختصاص دادند که جملات کوتاهی از بعضی این مقالات در پشت جلد این ترجمه نقل شده است. خب ما به قول همین به همین کفایت میکنیم. از پشت جلد، ببینید این پشت جلد مجله، از پشت جلدم یک تیکشو از چندین نشریه نوشته، من یکیشو براتون میخونم. اول میگم اینی که میخونم چیه. مجله فیگارو، فیگارو که شنیدی دیگه، یکی از مشهورترین مجله های بزرگترین روزنامه صبح فرانسه، خودش نوشته بزرگترین صبح فرانسه، 17 ژانویه 2013 این مقاله رو نوشته و این یک تیکه از این مقاله رو اینجا درآورده. نخستین زندگی نامه واقعی شاه، ببینید یه بار دیگه جمله رو میخونم، فیگارو میگه نخستین زندگی نامه واقعی شاه هم به سبب استادی و هنری که در نوشتن کتاب به کار رفته، هم به سبب صحت و دقت داوری هایی که درباره آن شخصیت مرموز و پیچیده ابراز شده است، محمد رضا پهلوی هرگز نخواست استقلال خود و کشورش را انکار کند و به راه ژنرال دوگل رفت، ایران را به نوسازی و اصلاح برد، به جهان غرب وفادار ماند اما به اتحاد جماهیر شوروی و چین نیز نزدیک شد.
هوشنگ نهاوندی و ای بوماتی اون نویسنده، اینا دو تا نویسنده با هم نوشتن، یکی ایرانی یکی فرانسوی. هوشنگ نهاوندی نویسنده ایرانی است و ایو بوماتی نویسنده فرانسوی. همه جزئیات زندگی او در دوران تاریخ را با دیدی نوین و عمیق بیان می کنند. اشتباهات شاه را پنهان نمی کنند، ولی عشق وی را به ترقی ایران و میهن دوستی عمیق وی را نیز به خوبی نشان داده اند. مردم مغرب زمین نمی توانند این کتاب را بخوانند و از رفتاری که با شاه شد احساس شرم نکنند. این از خب حالا بر حسب قراری که گذاشتیم، من میرم اون بخشی که مربوط به 28 مرداد میشه، از صفحه 266 شروع میشه. من اینو تیکایش که علامت گذاشتم براتون میخونم، نمیخوام همه رو بخونم خسته بشه. صفحه 266 از اینجا شروع میشه. خب 266 هیچ علامت گذاری من نکردم اینجا. میگم 267 نوشته که دیگر آن که بحث از آقای زاهدیه، سبب زاهدی میگه که این مورد توجه قرار گرفت، دلایل مختلف. دیگر آن که از ماها پیش زاهدی رهبر بلا منازع مخالفان و مصدق بود، اکثریت روحانیون بازار بیشتر ایلات و عشایر، همه انشعابیون جبهه ملی و یاران روزهای اول نهضت مصدق به دور وی گرد آمده بودند. در ارتش قدرت مستقیم نداشت، میدید قدرت مستقیم نداشت، مثلا فرمانده ارتش فارس نبود و واحد یا واحدهایی در اختیارش نبود، اما مورد احترام بود، مخصوصا از پشتیبانی شبکه توانای افسران و درجه داران بازنشسته که خود رئیس انجمنشان بود برخوردار بود. این از در این پایین هم همش توضیح میده. مثلا یه تیکه نوشته که بعدها شاهدخت و اطرافیانش منکر انجام ملاقات شدند و مطلبی رو که در کتب مختلف درباره آن نوشته مربوط به ملاقات قبلی شیر پیر یعنی منظورش مصدق با مشاور الیها یعنی با اشرف داشتن که خودش در خاطراتش به آن اشاره کرد. ملکه ثریا در خاطرات خود یادآور شده که نه تماس‌های شاهدخت با آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها با اجازه شاه بود و نه مسافرتش به ایران. اینا رو همه رو اونجا که میگه دلیلش میگه آقا این کتاب از کتاب فلان آوردیم. خب حالا این صفحه 268 بود که من چیزی علامت نزده بودم، چون من خیلی سعی کردم از هر صفحه یه جملاتی پیدا کنم که با خوندن این جملات کل مطلب به دست شما بیاد. روزولت منظور کرمیت روزولت، نره اون روزولت معروفه، در کتاب خاطرات خود از ملاقاتش با سرلشکر زاهدی سخن میگوید که بدون حضور شخص ثالث و دخالت مترجم صورت گرفته است. یعنی کرمیت نوشته که من خودم با زاهدی بدون حضور شخص ثالث ملاقات کردیم و محاورات به زبان آلمانی بوده است. روزولت نمیدانست که سرلشکر زاهدی تا حدی به روسی و فرانسه آشناست، اما حتی یک کلمه فارسی نمیدانست. او میدانست که زاهدی در زمان جنگ به اتهام طرفداری از آلمان ها از طرف انگلیسی ها رو بوده و در فلسطین زندانی شده بود. بنابراین تصور میکرد که چون طرفدار آلمان ها بوده به زبان آلمانی نیز آشناست و تمام این دیدار و گفتگو را اختراع کرده و در کتاب خود آورده است. پس ببینید آقای کرمیت روزولت هیچ آدم صداقت پیشه ای نیست، چون نوشته من با زاهدی دو به دو با آلمانی مذاکره کردیم، اصلا زاهدی آلمانی نمیدونست، پس این ملاقات اصلا قلابی بوده.
بعد اینجا در زیرش حاشیه‌اش پانویسش نوشته این کتاب، یعنی همون کتابی که کورنیت روزولت نوشته، نوشته کودتا، این کتاب که یک ربع قرن بعد از ماجرای سقوط مصدق نوشته شده، یعنی آقای کرمیت اون موقعی که این جریانات بوده کتاب ننوشته، 25 سال بعدش نوشته. بله، یک ربع بعد از یک ربع قرن بعد از ماجرای سقوط مصدق نوشته شده، در هنگام انتشار یافت که محمد رضا شاه در حال نزع بود، صاحب نظران بسیاری آن را به عنوان یکی از اقدامات CIA برای بدنام کردن شاه تلقی می کنند. البته یک دلیل دیگه شمی که میگن در اون سال CIA یک عملیاتی در کوبا داشت، اون عملیات شکست خورد و بیابرو شد، روزنامه نوشتن ما اینا خیلی سیاهی میکنیم، یه کاری میکنن توی کوبا هنوز انجام نشده، لو میره، همه افراد معلوم میشن، شناخته میشن، کی با کی حرف زده، کی به کی پول داده، اصلا سیاهی رو بیایم منحل کن. بعد کورنیت روزولت اون کتاب رو مینویسه که یعنی بگیم ما چقدر مهمیم در ایران، ببین رژیم عوض کردیم. حالا میریم صفحه 270. طبق پیشبینی و با توجه به انحلال مجلسین، شاه در 30 اوت 1953 فرمان برکناری مصدق را در کلاردشت توشیح کرد و در فرمان دیگری به این شهر جناب فضل الله زاهدی و به ریاست دولت منصوب نمود. خب پس بنابراین در کلاردشت در شمال دو تا فرمان نوشت، یکی فرمان عزل دکتر مصدق، یکی هم فرمان نصب آقای زاهدی. بعدم این اولش هم گفتیم که طبق پیشبینی و با توجه به انحلال مجلسین، یعنی شاه وقتی مجلس‌ها بودن، مجلس شورا و سنا بود، هرچی به شاه فشار آوردن که مصدق رو عزل کن، عزل نکرد، در حالی که عزل اگر هم میکرد قانونی بود، ولی گفت نه، سنت نیست، تا وقتی که مجلس هست شاه نخست وزیر رو عزل و نصب کنه، تا مجلس هست مجلس نخست وزیر رو عزل و نصب میکنه، اگر مجلس نبود شاه نخست وزیر رو عزل و نصب میکنه. این عین نص قانون اساسیه. خب پس دو تا فرمان نوشت تو کلاردشت، یکی مصدق رو عزل کرد، یکی زاهدی رو نصب کرد. میریم به مطالب بعدی، صفحه 271 نوشته که در 4 ژوئن 1921 سیدیادین طباطبایی برکنار و قوام السلطنه به جای وی تعیین شده بود و یکی از وزیران اصلی دولتش مصدق السلطنه، یعنی دکتر مصدق بود، که ایرادی بر این ترتیبات وارد نداشت و ندید. ببینید چی میگه. میگه که در این تاریخ آقای سیدیادین طباطبایی به وسیله احمدشاه از کار برکنار شد. وقتی که قوام اومد نخست وزیر شد، وقتی اومد قوام نخست وزیر شد، یک سری وزیر معرفی کرد به شاه، از جمله خود مصدق رو به عنوان وزیر معرفی کرد. اون موقع آقای مصدق نگفت شاه چرا تو رو عزل کرد، چرا اون رو عزل کرد تو رو نصب کرد. میدونی چی؟ شاه در نبود مجلس حق داشته، این تجربه بوده، شاه طباطبایی رو عزل کرده، قوام رو نصب کرده، مصدق هم با قبول وزارت قوام، پس بنابراین صحه گذاشته برای این اقدام. میریم صفحه 272. بنابراین مراتب با توجه به سنن و عادات نمیتوان نفس عمل شاه، یعنی عزل مصدق
و انتصاب سرهنگ زاهدی را تعبیر به کودتا یا آغاز جریان یک کودتا کرد. شاید در مواقع عادی میشد از دیوان عالی کشور، بالاترین مرجع قضایی در ایران، نظری مشورتی خواست، اما مصدق آن را هم به حالت تعلیق در آورده بود. یعنی بزرگترین دادگاه کشور رو که هستش دیوان عالی کشور، دیوان عالی کشور بزرگترین دادگاه، معتبرترین دادگاه داخل ایرانه که هر چیزی که هر جا باشه از اون میتونن نظر بخوان. و آقای مصدق چون نمیتونست، چون الان قاضی هایی که در امریکا هستن یکیشون فوت شده و آقای بوباما میخواد یکی رو جاش انتخاب کنه، یعنی منصوب کنه سر صدا شده، چون قاضی های اونجا سپریم کورت نمیتونه رئیس جمهور یا هیچ نهادی نمیتونه اینا رو عوض کنه. در ایران هم این دیوان عالی رو هیچ کس نمیتونست قاضی هاش عوض کنه. آقای مصدق اومد تعلیق کرد، گفت این دیوان عالی تعلیق میشه، یعنی فعلا کار نکنه، و این هم از کار خلاف قانون آقای مصدق بود. صفحه 273، زاهدی به سرهنگ نصیری دستور داد در رأس ساعت 23:11 بعد از ظهر به اقامتگاه نخست وزیر برود و فرمان ملوکانه را به وی بدهد. یعنی وقتی که نصیری اومد فرمان نصب رو به زاهدی داد، زاهدی بهش دستور داد، وقتی فرمان نصب رو زاهدی گرفت، حالا چی شده؟ حالا نخست وزیر شده دیگه. به نصیری گفت برو این نامه رو ساعت 11 بده به منزل آقای مصدق. به اقامتگاه نخست وزیر برد و فرمان ملوکانه رو که به وی بدهد. زاهدی میدانست و به نصیری تفهیم کرد که در آن شب جلسه هیئت دولت در اقامتگاه مصدق، یعنی جلسه هیئت دولت در خونه مصدق تشکیل میشه و در حضور وی تشکیل میشود، در حضور مصدق که معمولا در ساعت 23 به پایان خواهد رسید. به او دستور داد که فرمان برکناری را به اطلاع وزیران برساند که دیگر شک و تردیدی در تغییر و تحول و نقل و انتقال قدرت باقی نماند. بعد دنبالش میگه به علتی که هنوزم بر هیچ کس روشن نیست این برنامه اجرا نشد، سرهنگ نصیری پاسی بعد از نیمه شب که دیگر جلسه هیئت دولت به پایان رسیده و وزرا متورق شده بودند با لباس نظامی به در اقامتگاه نخست وزیر رسید. خودش بر یک جیپ ارتشی سوار بود، یک و به قولی دو زره پوش کهنه متعلق به سالهای 1930 مسلح به یک مسلسل سنگین با یک توپ سبک و نیز دو کامیون از افراد گارد همراهش، گارد همراهش بودن. اتفاقا شخصی از دوستان مصدق در آن ساعت گرم تابستان در ایوان اقامتگاه خود که اندکی بیش از یک کیلومتر در سر راه خانه مصدق قرار داشت به استراحت و بهره‌گیری از خنکی نسبی هوا مشغول و بنابراین بیدار بود. هنگامی که این ستون غیرعادی وسایل نقلیه نظامی را دید، با توجه به شایعاتی که در شهر وجود داشت، بیدرنگ به محافظان مصدق تلفن کرد و به آنها هشدار داد. بنابراین میتوان پنداشت که گارد مصدق در انتظار نیروی ضربتی سرهنگ نصیری و در حال آماده باش بودند. تعداد افراد محافظ اقامتگاه نخست وزیر در حدود 1000 نفر بود و چند تانک سنگین که در اطراف محل موضع گرفته بودند در اختیارشان بود. پس زاهدی گفت برو ساعت 11 که وزیران اونجا، اینو بده که وزیران بفهمن. نصیری اومد ساعت بعد نیمه شب رفت، بعد با جیپ و تانک و نفربر و اینا را افتاد و یه نفر اینا رو تو راه دید، زنگ زد گفت حال دارن یه گروهی میان به نخست وزیری و اونا آماده باشید، آماده دفاع بوده، اونا نمیدونستن چیه، هنوز معلوم نبود که این فرمان صادر شده، اینا خبر نداشتن. صفحه 274، هنگامی که
با بیش از یک ساعت تأخیر سرنگ نصیری زنگ بر در خانه مصدق زد. همکارش سرنگ ممتاز فرمانده گارد نخست وزیر بیدار و آماده پذیرایی بود. نصیری گفت دستخطی از اعلی حضرت دارم که باید شخصا به جناب آقای دکتر مصدق برسانم. ممتاز نصیری را به داخل خانه دعوت کرد که او بلافاصله پذیرفت. به محض آنکه وارد اقامتگاه دکتر مصدق شد، سرنگ ممتاز به رعایت ملاحظات امنیتی از او خواست که سلاح کمریش را تحویل دهد. هر دو افسر ارتش بودند و به این قبیل مقررات اطلاع داشتند و نصیری سوء ظن نداشت و چنین کرد. ممتاز دستور داد برای مهمانانش چای بیاورند. سرنگ ممتاز به اندرون مصدق رفت. شیر پیر اینجا شیر پیر در خواب بود. بیدارش کردند. ممتاز پیام نصیری را رساند ولی مصدق او را نپذیرفت، یعنی نصیری را نپذیرفت، و دستور داد که نامه شاه را بگیرد و برایش بیاورد. ممتاز چنین کرد و در مدخل اتاق خواب مصدق به انتظار ایستاد. شیر پیر پاکت نامه شاه را گشود، آن را خواند، چیزی نگفت. برگ کاغذی برداشت و بر روی آن نوشت: ساعت 1 بعد از ظهر نصف شب 25 مرداد ماه 1332 دستخط مبارک به این جانب رسید، دکتر محمد مصدق. ببینید، گفت این جملهش اینه، نوشت که دستخط مبارک. من شاید یه دفعه گفتم دستخط همایونی، اشتباه کردم. دستخط مبارک معنیش یکی میشه دیگه. دستخط مبارک یعنی دستخط شما مبارکه، یعنی از شاه اومده، از مقام بالاتر اومده. امضا کرد، بعدم زیرش نوشت دکتر محمد مصدق، ننوشت نخست وزیر، یعنی قبول کرد که دیگه نخست وزیر نیست. نامه رو به ممتاز داد که به نصیری بدهد که اون کار را کرد. خب حالا میبینیم جاهای دیگه که من علامت گذاشتم. حالا اینجایی که براتون میخونم صفحه 278. ببینید از صفحه 266 اومدیم تا صفحه 278، یعنی 12 صفحه رو قسمت هایی شد، نه که همه شد. از بنزینگیری آشیانه خود را بعده بجنم یک نیم خط اولش رو قبلش رو بخونم، چون اینکه از اینجا نمیشه. در ساعت 5 صبح پرواز هواپیما به سوی رامسر آغاز شد. ببینید، وقتی که به شاه خبر رسید که مصدق فرمان گرفته و بعد صبحش گفت، صبحش مصدق صبحش تو رادیو گفتش که گودیتای در کار بود، در نطفه خفه شد. شاه که شنید گفتن گودیتای بود در نطفه خفه شد، پس به خودش گفت که دیگه تو این کشور به حرف من که شاه هم کسی گوش نمیده. پس همین چند لحظه بعد خواهند آمد مرا گرفت. حتما این فکرها رو شاه پیش خودش کرده. توی کلاردشت بوده، درست؟ کلاردشت یه فرودگاه بزرگی نداره، فرودگاه بسیار کوچک ساده ای داره. بعد میگه درست ساعت 5 صبح پرواز هواپیما به سوی رامسر آغاز شد. شاه نخست نگران بود تا که مبادا فرودگاه رامسر که هواپیمای دو موتوره وی در آن قرار داشت به دستور مصدق سرتیبریهای اشغال شده باشند. مطلقا خبری نبود. در ساعت 6 بامداد هواپیما پس از بنزینگیری آشیانه خود را ترک کرد و عازم بغداد شد و آنها نزدیک ظهر به فرودگاه عراق رسیدند. از برج مراقبت فرودگاه هویت سرنشینان هواپیما و سبب تقاضای فرود آمدنانن پرسیده شد. محمد رضا شاه احتیاطاً جواب داد که به خلبان یک هواپیمای تفرجی است که سرنشینان آن به علت خرابی موتور تقاضای فرود اضطراری دارند. دقایق چند گذشت، پاسخی نمی‌رسید. سرانجام به هواپیما اجازه فرود آمدن داده شد و
دستور رسید که در انتهای باندهای فرودگاه به زمین بنشینند. به محض فرود و خاموش شدن موتورها مردان مسلح هواپیما را محاصره کردند. شاه بار دیگر نگران شد که شاید دولت ایران از مقصد هواپیما مطلع گردیده، تقاضای بازداشت سرنشینان آن را کرده باشد. با قیافه خونسرد و آرام به تنهایی از هواپیما پیاده شد. یک افسر عراقی به سوی او آمد و با انگلیسی دست و پا شکسته توضیح داد که قرار است هواپیمای ملک فیصل دوم، یعنی پادشاه عراق، تا چند دقیقه دیگر فرود آید و همین سبب فرودگاه تحت مراقبت نظامی قرار گرفته است. فراریان نفسی به راحتی کشیدند. خب به ویژه که افسر عراقی حتی شاه را نشناخته بود. شاه تکه کاغذی یافت و چند کلمه بر روی آن نوشت و از مأمور فرودگاه خواست که محض به زمین نشستن ملک فیصل کاغذ را به او بدهد. حالا من باز یه جایی دیگه میخونم. اندکی بعد وزیر امور خارجه عراق سر رسید و چهار سرنشین هواپیما را به دار و ضیافه دار فیاض سلطنتی محل پذیرایی مهمانان پادشاه عراق هدایت کرد. اتومبیل حامل شاه و ملکه دارای تهویه مطبوع بود، دستگاه استثنایی برای آن زمان. سرایا از سرما می لرزید. لباس نازکی بیش بر تن نداشت. وزیر خارجه از جانب ملک فیصل محمدرضا و ملکه سرایا را برای ساعت 17:05 بعد از ظهر به صرف چای در کاخ سلطنتی دعوت کرد. ملکه سرایا به او گفت که نه لباس دیگری دارد و نه کلاه و نه دستکش و از سر وضع خود بسیار ناراحت است. وزیر امور خارجه عراق به او جواب داد: در وضع فعلی کسی توقعی از شما ندارد. همه می دانند که از یک مراسم نمایش لباس‌های تجملی نمی آیید. ملکه سرایا در خاطراتش می نویسد که از این عبارت بسیار دلشکسته شد، چرا که با وجود رعایت ادب و نزاکت میخواستن به او و همسرش بفهمانند که دیگر کسی نیستند و از آنان توقعی نیست. خب صفحه 280. مراد اریه، حالا این کجاست؟ اینجا تو رومه. محمد رضا شاه از بغداد به روم. مراد اریه میدونید، مراد اریه یک کلمه ثروتمند ایرانی بود که به نظرم کاشی ایران ها مال ایشون بود، بعدن البته درست کرد. چندین کارخونه داشت. مراد اریه آپارتمان کوچکی، نه آپارتمان سلطنتی، در طبقه آخر مهمانخانه معروف اکسلسیور برای شاه و ملکه ایران گرفته بود تا اتاقشان آنها را همراهی کرد، یعنی دنبالشون رفت تا اتاقشان. در آنجا دست چک خود را از جیب در آورد، چک سفید را امضا کرد و در برابر شاهان نهاد و گفت: علازت ها هر رقم و هر نامی را میخواهید در این چک مرقوم دارید، از وضعیت موجود اطلاع دارم. شاه سخت تحت تاثیر قرار گرفت و تشکر کرد و از پذیرفتن چک معذرت خواست. اما خانواده اریه را فراموش نکرد و حق‌شناسی خود را به آنان در سالهای بعد نشان داد. شاه و ملکه ساعتها آپارتمان کوچک خود را ترک نکردند و در را برای خود بستند و در انتظار اخبار ایران نشستند. بعد حالا باقیشو باز از جای دیگه شما. بشیر فرامند در جریان اتفاقات چند ساعت گذشته نبود. هیچ کس در جریان نبود. ترتیب ضبط پیام را داد. مصدق در آن گفته بود که شاه وی را از کار برکنار کرد و از ملت ایران خواست که سرنوشت خود را به دست بگیرند. پس بنابراین
آقای دکتر مصدق فرمانده یعنی رئیس کل رادیو رو دعوت میکنه، میگه بیا اینجا من یه پیام میخوام بدم ضبط کن. پیامشون بود که من دیگه از نخست وزیری برکنار شدم و آخرین حرفش رو به ملت ایران گفت. یه بار دیگه برای میخونم: بشیر فرهمند در جریان اتفاقات چند ساعت گذشته نبود، هیچ کس در جریان نبود. ترتیب ضبط پیام را داد. مصدق در آن گفته بود که شاه وی را از کار برکنار کرد و از ملت ایران خواست که سرنوشت خود را به دست بگیرند. خب حسین فاطمی که عملا از آن پس کارها را به دست گرفت و با زیاده رویهایش در فاجعه که رخ داد سهم بزرگی دارد، به تصمیم مصدق شدیداً اعتراض کرد و گفت: شما نخست وزیر قانونی هستید و هیچ مقامی نمیتواند شما را عزل کند. در این میان سه تن دیگر هم که احضار شده بودند به جمع حاضر پیوستند. یکی از آنها دکتر علی شایگان، حقوقدان معروف بود که اون نظر حسین فاطمی را تایید کرد. مصدق تغییر رأی داد. به بشیر فرهمند گفته شد که به دفتر خود برود و منتظر تعلیمات بعدی رئیس دولت باشد. و حدود ساعت 7 صبح حسین فاطمی او را به پای تلفن خواست و متن اعلامیه دولت را که میبایستی از رادیو تهران پخش شود به وی داد. در ساعت متن رایعی چیزی که حالا آقای چیز نوشته، آقای دکتر فاطمی نوشته، داده به رئیس رادیو که بخونه. در ساعت 11:30 دیشب یک کودتای نظامی به وسیله افسران و افراد گارد شاهنشاهی به مرحله اجرا گذارده شد، بدین ترتیب که ابتدا از ساعت مذکور نفرات نظامی مسلح به 60 تیر و اسلحه دستی وزیر امور خارجه و وزیر راه و مهندس زیرکزاده را در شمیران توقیف کردند و برای توقیف رئیس ستاد ارتش به منزلشان مراجعه نمودند، ولی چون تیمسار ریاهی در ستاد ارتش مشغول به کار بود به دستگیری ایشان موفق نشدن. خب حالا این من دیگه باید نمید میخوندم، مطلب اونجا تموم شد که در ساعت 11:30 دیشب یک گودتای نظامی وسیله افسران و افراد گارد شاهنشاهی به مرحله اجرا گذارده شد. بدین ترتیب خب اونها اجرا گذارده شد، یه سری رو بازداشت کرده بودن، یعنی زاهدی که نخست وزیر بود این دیر مرسوی یه سری هم بازداشت کرده، این همه رو بر عنوان گودتا ترقی کردن. حالا بگم بلا فاصله سرهنگ مزمور را توقیف کردن. معمولی بله داری حافظان منزل جناب مصدق وزیر مراقب کار خود بودند و بلا فاصله سرهنگ مزمور به این زیرش چمشته هم تعداد وسایل نقلیه نظامی که همراه سرهنگ نصیری بود کم و زیاد شده و هم قصد بازرسی خانه شیرپیر نادرست بود است. پس اونجا تو اعلامیهشون گفتن که اینا اینقدر اسلحه داشتن و 60 تیر داشتن فلان، اینا دروغ بوده و گفتن قصد بازداشت داشتن، اونا قصد بازداشت نداشتن، قصد دادن اون فرمان شاه رو داشتن. بلافاصله سرهنگ مزبور یعنی منظور نصیری را توقیف کردن. مأموران انتظامی ابتکار عملیات را به دست گرفتن و تاکنون چند تن از توطئه کنندگان را دستگیر کردن. حالا این هم از اعلامیه دکتر حسین فاطمی است. من این دو وسط چه داره اشتباه کردم، اعلامیه همونطور بود، گفتش که اینا اومده بودن وزیر کشور نخست وزیر رئیس ستاد رو دستگیر کنن ولی موفق نشدن و خود سرهنگ مزبور یعنی سرهنگ نصیری دستگیر شده و یه دیدی هم دستگیر شدن. برحال به مردم گفتن که سرهنگ نصیری اومده بود که به زور و با اسلحه نخست وزیر رو دستگیر کنه و وزیرها رو دستگیر کنه، در حالی که اینطور اصلا نبود، اومده بود یه فرمان بده. اومدیم صفحه 282. ظرف چند ساعت از 6 بامداد تا نیم روز طرح آژاکس برای برکناری مصدق که به آن نام کودتای نظامی داده شده بود نقش بر آب شد، اما هرگز اعلام نشد که شاه مصدق را برکنار کرده است، گرچه این خبر از همه رادیوهای خارجی پخش و حتی
در بعضی از جرایم داخلی نیز درد شده بود، حتی خبر برکناری نخست وزیر یا لااقل صدور فرمان آن به وسیله شاه به اطلاع وزیران کابینه نیز نرسید. یعنی با وجودی که روزنامه‌های خارجی نوشتن این موضوع رو و چند تا روزنامه‌های داخلی هم نوشتن که مصدق برکنار شده، ولی خبرش به وزیرای خود دولت مصدق داده نشد. همین طور به دستور حسین فاطمی کاخ‌های سلطنتی در شهر و در سعدآباد محروموم شدند و صورت برداری سریع از اشیای گرانبهای داخل آنها به عمل آمد. همچنین هیئتی به خزانه جواهرات سلطنتی در بانک ملی اعزام شد که مبادا قسمتی آنها را شاه و ملکه با خود به خارج برده باشند. همه چیز بر سر جای خود بود. حالا بریم صفحه 283. در پایان روز 16 اوت چنین به نظر می رسید که همه چیز تمام و بساط سلطنت در ایران برچیده شده است. در روز 17 اوت جنرال والت، نه این دیگه جز علامت ها نیست، این جنرال والتر زید می شیم بهش. در صفحه 285 به نوشته ملکه ثریا، شاه سخت نگران آینده خود و خانوادش بود. در این اندیشه بود که آیا امکانات مالی او اجازه میدهد که ملک بزرگی در امریکا مثلا تگزاس بخرد و همه خانوادهش را در آنجا جمع کند. صفحه 286 اردشیر ظاهری فرزند پرجنب و جوش سرلشکر موفق شد در عکاسخانه یکی از دوستانش چند عکس از فرمان انتصاب پدرش به ریاست دولت بردارد و آنها را در بازار تهران پخش کرد. سپس در یکی از تپه‌های شمال تهران با چند روزنامه نویس خارجی ملاقاتی ترتیب داد. تصاویر فرمان را در اختیارشون گذاشت و با دلیری گفت که پدرش به زودی زمام امور کشور را به دست خواهد گرفت، اما چگونه و چه وقت؟ هنوز هیچ کس پاسخ به این پرسش نداشت. پیرامونیان مصدق رسماً از اصل سخن نمی گفتند، اما اولاً بر دو دسته بودند. یک دسته به دور حسین فاطمی، دکتر علی شایگان، مهندس احمد رضوی، نایب رئیس مجلس منحله جمع شده و از تشکیل یک جبهه واحد با حزب توده و تغییر رژیم و اعلام جمهوری هواداری میکردند. دسته دیگر با این فکر شدیداً مخالف بودند، از کمونیست ها بیم داشتند. آیت الله کاشانی که بسیار از اطرافیانش به عقاید اخوان المسلمین مصر نزدیک بود، کسانی را به نزد مصدق برساد. نامه پر از سرزنش و یادآوری اشتباهاتی که کرده بود به اون نوشت. خب باز همین صفحه جای دیگرش. تظاهرات جبهه ملی مستقیما از رادیو تهران پخش می شد. به گفته بانیان آن نزدیک به 40,000 نفر در آن شرکت کردند. حالا تظاهرات روز 18 اوت، حالا همه اینی که میگیم این همه بین 25 تا 28 مرداده. تظاهرات روز 18 اوت به وسیله توده‌ای ها ترتیب یافته بود. شمار شرکت کنندگان گویا نزدیک به 100,000 تن بود. ببینید جبهه ملی با همه یارانش، جبهه یعنی مجموعه چند حزب دیگه، جبهه ملی با همه یارانش یه تظاهراتی رو انداختن، 40,000 نفر بودن. حزب توده و یارانش یه تظاهراتی گذاشتن که گفته میشد، نمیگه دقیقاً، گفته میشد 100,000 نفر شرکت کردن. به دستور دولت و شخص فاطمی تصویر رسمی و قانونی شاه از دفاتر وزارتخانه ها و ادارات دولتی برداشته و جمع‌آوری شد.
سرتیب ریاهی به ارتش دستور داد که نام شاه را دیگر در مراسم سلام صبحگاهی و شامگاه ذکر نکنند. بر فراز بعضی از ساختمان‌های دولتی پرچم سرخ جایگزین پرچم سرنگ ملی ایران شد. گروه‌های به دنبال طرفداران واقعی یا غیر واقعی شاه و سرلشکر زاهدی افتادند که آنها را از پای درآورند، آنها را جلب و بازداشت نمایند، به آزار و بند و یا به زندان بفرستند. زمان تصفیه حساب‌های خصوصی فرا رسیده بود. در چند شهر مازندران که طرفداران حزب توده در آنجا فراوان بودند، شوراهای محلی در شهرداری‌ها مستقر شده در مقام به دست گرفتن اداره سازمان دولتی برآمدند. حالا این همه رویدادهایی که بین 25 تا 28 مرداد اتفاق افتاده. حالا میریم صفحه 288. دو آیت الله پرنفوذ تهران، میر سید محمد بهبهانی و سید ابوالقاسم کاشانی که معمولا رقیب و حتی دشمن تلقی می شدند، در این مقطع از زمان اتفاق نظر پیدا کردند و به طرفداری از سرلشکر زاهدی برخواستند. بر اساس همه روایاتی که در دست است، نخست وزیر در رویه‌ای که باید در رویه‌ای که باید اتخاذ کند دو دل بود و گاه دچار بدبینی و ناامیدی میشد. آقای مصدق دو دل بود، میدونید یارانش دو دسته شده، یه دسته گفتن با حزب توده ائتلاف کنیم، شما برکنار کنیم، جمهوری اعلام کنیم، یه دسته میگفتن ائتلاف با حزب توده بسیار خطرناکه، اینا بسیار قوی هستند و اینا حکومت رو به دست میگیرن. حالا میبینیم صفحه 289. سرانجام قرعه فال به نام علی اکبر بهخدا زده شد. حالا من اینه توضیح بدم. ببینید مصدق مخالف بود که با شاه، میگفت اصلا میگفت شاه یک کار کنید، چنین که شاه از کشور رفته گفت یک کار کنید برگرده. نظر مصدق با نظر فاطمی بسیار فرق داشت. فاطمی نظرات ادلتوده رو پیروی میکرد که شاه رو عزل کنید و جمهوری اعلام کنید. مصدق میگفت شاه برگرده به کشور و به شدت دودل بود. و بعد آقای مصدق گفت حالا که شاه از مملکت رفته شورای سلطنت درست کنید. شورای سلطنت درست کنید، چون من باید قبل این هم یه جاییشو چون کرد، برای که شورای سلطنت رو ریاست رو به دست بدن، یه دفعه تصمیم گرفتن شاه دخت شمس رو رئیس شورای سلطنت کنن. ولی بعد گفتن آخه یک خانوم، اونم کاتولیک، خانوم شمس ولحضرت شمس به دین مسیح شاخه کاتولیکی پیوسته بود، تو خونش هم یک کلیسا درست کرده بود و میرفت اونجا عبادت میکرد، گفتن این نمیشه. بعد اومدن شاپور غلام رضا رو گفتن، گفتن شاپور غلام رضا رو بیاریم بکنیم. بله گویا مصدق نسبت به انتصاب وی متمایل بود، اما میدانست که شاه غالبا وی را به طرفداری از قاجار حتی علاقه به بازگشت آنان به تخت سلطنت متهم میکرد. چون مادرش از قاجار بود، شاه اینو متهم میکرد که این به طرفداری از قاجار هست، پس اینم نشد. حالا میگه سرانجام قرعه فال به نام علی اکبر به خدا زده شد، شخصیتی برتر از سیاست و مورد احترام همه. به خدا پیشنهاد و خواهش را پذیرفت، اما دیگر زمان این قبل گفتگوها، حالا بقیهش میخونن. حالا در مورد به خدا میگه علی اکبر به خدا یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌های ادبی تاریخ معاصر ایران، فراماسون، فرانسه‌دان و دوستدار فرانسه بود. وی بانی و تهیه کننده فرهنگ یا در حقیقت دارت المعارف به خدا در 222 جزوه است. 50 سال برای تدوین آن
کار کرد، جلد اول آن در 1940 به تپ رسید و جلد آخر 33 سال بعد. این در معرفی آقای دهخدا. پس این جمله رو من یه بار دیگه میخونم: اما دیگر زمان این قبیل گفتگوها و رفت و آمدها نبود. که حالا که اینو میخونم صفحه 290. مصدق عمیقا ضد کمونیست بود و به هیچ وجه نمیخواست امریکایی‌ها را نگران و ناراحت کنند. برتش و شهربانی دستور داد که بی ملاحظه به این بی‌نظمی‌ها خاتمه دهند، یعنی بی‌نظمی‌های کمونیست‌ها را، و در استفاده از گاز اشکاور برای پراکنده کردن آشوبگران صرفه‌جویی به عمل نیاورند. در اینجا و در آخرین ساعات غروب 18 اوت بود که در حقیقت پایان کار شیر پیر آغاز شد. مردم دیدند که ارتش و ماموران شهربانی به کسانی که ظاهراً به طرفداری از مصدق تظاهر میکنند حمله ور شدند. ببینید کمونیست ها در ظاهر به طرفداری آقای دکتر مصدق تظاهران میکردن بر علیه شاه. ارتش مصدق که نمیخواست این کار بشه دستور داد به اینا حمله کنن. مردم دیدن ارتش و پلیس به طرفداران مصدق حمله میکنن، متوجه نشدن که اینا کمونیستای طرفدار مصدقن. بله، ماموران شهربانی به کسانی که ظاهراً به طرفداری از مصدق تظاهر میکنن حمله بر شدن و آنها رو متفرق میکنن. صدها تن برای ماموران انتظامی کف زدند و به طرفداری از آنان برخواستند. برای نخستین بار در این چند روز جمعیت انبوی در اطراف میدان سپه، خیابان بابا همایون، خیابان ناصر خسرو فریاد جاوید شاه و زنده باد زاهدی برآوردند. جمعیت تظاهر کننده بیشتر فریاد زنده باد جمهوری و گهگاه زنده باد مصدق برمی آوردند. پس یه سری تظاهر کننده ها بودن که زنده باد جمهوری زنده باد مصدق میگفتن، یکی مردم بودن که جاوید شاه و زنده باد زاهدی میگفتن. خب حالا من باز یه جای دیگه بخونم. صفحه 291. بله، به محض ورود به دفترش تلفن زنگ زد. مصدق بود که دستور داد شخص دیگر را به ریاست شهربانی کل منصوب شد. دکتر صدیقی میگوید ترتیب آماده سازی حکم انتصاب وی را دادم. هنوز امضا نشده بود که باز نخست وزیر تغییر عقیده داد و گفت که برای تأمین امنیت پایتخت بهتر از ترتیب محمد دفتری. یک لحظه اجازه بدید من این تلفن ببینم کیه. الو، درود بر شما، گوشی داشته باشید. آقای ناصر توکلی هستن، دوست عزیز من، مدیر رادیو ایران هوستون تگزاس. خیلی خوش آمدید به برنامه من جناب توکلی. دیدم وقت شما همهش طرف خوندن این کتاب شد. بله. و جناب مینویی یک مسئله خیلی مهمه، اونا قانون اساسی مشروطه ایران. بله. یعنی باید به مطابق قانون مشروطه عمل کرد. بله. حالا شما در تمام قانون مشروطه بگردید ببینید جایی هست که نخست وزیر حق انحلال مجلس داشته باشه، تو چیزی وجود نداره. میدونی که من بله. ولی ماده 46 متمم قانون اساسی یک ماده 9 تا حق بیشتر نیست، میگه عدل و نصب وزرا با شخص همایون پادشاه است. به موجب این ماده مدرسه هم نبوده، یک کتابی نوشته سفیر آمریکا به نام کودتا در کودتا. در این کتاب نوشته که
در روز 28 مرداد یا 26 مرداد توده‌ای ها تمام ادارات و تمام جاهای حساس شهر را، نه فقط شهر تهران، شهرهای مختلف ایران را تصاحب کرده بودند و همینطوری که خودتون هم فرمودید کشور افتاده و دست توده‌ای ها، نه طرفداران مصدق، دست توده‌ای ها افتاده بود و سرهنگ نصیری که فرمان شاهنشاه رو برده بود ابلاغ کنه به آقای دکتر محمد مصدق، شخصی افسری اونجا از جز نگهبانان به نام سروان شجاعی سرهنگ نصیری رو توقیف میکنه اونجا. خودتون هم اشاره کرد. بله، این مقاله کیانوریه، مقاله کیانوری، من اون مقاله شم دارم. بله. که میگه که افسر توده‌ای، ستوان توده‌ای، علی اشرف شجاعیان یه همچه اسمی. بله، این مسئله اینه که در اون زمان کشور ما داشت میافتاد دست توده‌ای ها، دست کسی که سفیر آمریکا در ایران بوده، این بیشتر نگران این بوده که کشور ایران تحت نفوذ شوروی قرار بگیره. میگه ما هیچ کاری نتونستیم، که میگن سیاه و این چیزا، شادروان مهندس که برنامه داشت در تلویزیون با ما هم برنامه داشت، فیلمی نشون داد از همین نوه روزوه. بله، همون نوه روزوه گفته بود که آقا ما هیچ کاری نتوانستیم بکنیم، این دانشجویان دانشکده افسری و بازاریان اینا بودن که اینا اومدن تظاهرات کردن و کشور رو در دست گرفتن. این کسی که مهندس شعابی این فیلم رو در تلویزیون نشون داد که این نوه روزوه که رئیس سی‌آی‌ای بوده در اون موقع، این مسائل رو عنوان کرده و گفته ما پیشنهاد کرده بودیم به شاه که مصدق بردار، ولی ما هیچ کاری نکردیم و شاه هم به موجب ماده 46 قانون اساسی، حالا اگه کسی نیاد از من ایرادی بگیره و بگه دخالت در همه چیز میکنی، من مسائل قانونی رو برای شما عرض کردم، من تلفن ها رو اعلام میکنم. بله، اگر پرسشی از من دارید من در خدمتتون هستم. بسیار سپاسگزارم ازتون. بله، تلفن آقای مینویی دوستان شنونده، اگر میخواید همین الان زنگ بزنید، حتی به سخنان من ایرادی دارید بفرمایید. من کسی هستم که 31 ساله که این رادیو رو اداره میکنم و همه آزادن برای سخن گفتن، همه کسانی که واقعا میهن دوست باشن و برای میهنشون بخوان صحبت کنن، حتی به من ایرادی بگیرن، من هیچ عیبی در این کار نمیبینم. تلفن رادیوی ما هست 713-485-4300، 713-485-4300. اگر همین الان میخواید به آقای مینویی زنگ بزنید 281-835-3063، 281-835-3063 جناب پارسا سوربین مدیر محترم تلویزیون مردم تلفنشون هست 703-957-6150، 703 ریاکود شماره تلفن 957-6150. ما قرار بود که از دوستان بخواهیم که هر کاری از دستشون ساخته است انجام بدن که این تلویزیون رو از زودتر روی ستلاک ببریم. آقای بله، ولی تا اونجایی که ما هم میدونم کسی قدم مثبتی تا حالا بر نداشته. تعداد کمی بله، تعداد کمی، یکیش خود جناب عالی بوده، من میدونم اینا رو. آقای امیدوار مرتب ما صحبت میکنیم. بله، زنگ بزنید با آقای امیدوار، هر پیشنهادی دارید، هر کاری دارید که شب نوروز باید این تلویزیون بره روی ستلاک.
این رو زنگ بزنید به آقای امیدوار 703-655-5268 سریاکود 703 شماره تلفن 655-5268 نشریه بیداری رو هم تا من شما نگفتید خودم اعلام کنم تلفنشو نشریه ای که واقعا ایرانی نوشته شده و به درد ایرانی میخوره به آقای سیاوش لشکری دوست عزیزم زنگ بزنید 858-320-2013 ریاکود 858 شماره تلفن 320-2013 اگر امری با من دارید من در خدمتون هستم و لب بدرود بگم سپاسگزارم ازتون پاینده باشید پاینده ایران مرسی خب تشکر از آقای ناصر توکلی عزیز ازوی تو فرصتی داریم این بقیه رو من براتون بخونم دلسه ای ساعت رو بله داشتیم از دکتر مصدق میگوید ترتیب آماده سازی بله گفتم که آقای دکتر صدیقی به دستور آقای دکتر مصدق یه حکمی نیسته برای ریاست چربانی برای یه نفر دوباره آقای مصدق زنی میزنه میگه نه یه نفر دیگه بالاخره در نهایت میگه که دکتر در نهایت میگه که سرتیب محمد دفتری رو به ریاست شهربانی کل و هم به فرمانداری نظامی پایتخت منصوب شود حالا آقای اینجا من لازمه این توضیح رو بدم کاغه این سرتیب محمد دفتری پسر خواهر مصدقه یعنی آقای دکتر مصدق این ها بچه که میشناسه و میدونه که این سخت طرفدار شاهه و اینو فرمانده شهربانی میکنه و فرمانده نیروی انتظامی تهران میکنه پس بنابراین وقتی که اینو به عنوان ریاست شهربانی و فرمانداری نظامی منصوب میکنه خب همه پاسبان ها افسرهای پلیس همه میدونن حتی نظامی ها میدونن که این آقا طرفدار شاهه پس بنابراین تو دلشون میگن ای داره میگه این که ورق بر میگرده یه جورای اتفاقاتی داره میفته و گفت که برای تعیین وی به شغل اخیر تعلیمات لازم را به رئیس ستاد داده است سرتیب ریاهی سرتیب دفتری را به دفتر خود فرا خواند به انگام این ملاقات رئیس ستاد نمیدانست که دفتری به سرلشکر زاهدی پیوسته و از طرف وی به ریاست چربانی کل کشور منصوب شده یعنی آقای پسر خواهرزاده آقای دکتر مصدق سرتیب محمد دفتری دو تا حکم داره به عنوان رئیس چربانی یک حکم دایش آقای مصدق بهش داده که به دستور دایش به زیر وزیری کشور داره اما به دستور دایش گفته که تو رئیس چربانی کل کشور و فرماندار نظامی تهرانی یکی هم تیمسار زاهدی بهش داده که اونم گفته تو رئیس چربانی و فرمانده کل کشور فرمانده رئیس چربانی و فرماندار نظامی هستی در حقیقت وضع سرتیب دفتری جلوه ای از انتقال قدرت از نخست وزیر مصدق به نخست وزیری دیگر سرلشکر زاهدی بود و وی سه ابلاغ در جیب خودش دو ابلاغ ریاست کل شهربانی و یک ابلاغ فرمانداری نظامی تهران سالها بعد سرتیب ریاهی با نگاهی پر از انتقاد به این ماجرا اشاره کرده و گفته که گمان می برد که در این دقایق مصدق از وضع برادرزادش آگاه بود و تنها یک نگرانی در سر داشت حفظ امنیت خود و خانوادش از این تغییرات متناقض وزیر کشور دریافت که اوضاع مقشوش است و اضافه کرده که متعجب و متوحش شدم خب در این هنگام به وزیر کشور گزارش میدن که دسته های مختلف از مردم پایتخت
از منازل آیت الله بهبهانی و آیت الله کاشانی خارج شده و به گروه های دیگری از کانون افسران و درجداران بازنشسته و باشگاه ورزش پایتخت به راه افتاده بودند پیوستند. خب حالا صفحه 292 واحدهای ارتش وفاداری به او یعنی تحت فرمان سرتیب ریاهی و سرهنگ ممتاز بودند که مانع رفت آمد وسایل نقلیه می شدند. مؤدبانه از او یعنی وزیر کشور نیست تقاضا شد که اتومبیل خود را ترک کند و پیاده به منزل مصدق برود و او چنین کرد و سرانجام به آنجا رسید. در منزل مصدق آخرین گروه یاران وفادار به بی جمع بودند: حسین فاطمی، مهندس احمد رضوی، دکتر علی شایگان، مهندس احمد زیرکزاده. محسوس بود که دیگر تسلط و تظاهراتی بر اوضاع ندارد. تا ساعت 11 در نقاط مختلف جنوب و مرکز تهران تظاهرات جریان داشت که شبکه سرلشکر زاهدی ترتیب آن را داده بودند. ارتش و ماموران شهربانی کل کشور سعی می‌کردند که بدون اعمال خشونت آنها را از ادامه تظاهرات منصرف کنند، دستوری که به آنان داده شده بود اجتناب از اعمال خشونت بود. اینجا یه علامت یک گذاشته من بیانم یک که میتوان پنداشت که از جانب سرتیب محمد دفتری بوده و تحلیل رئیس صداد مصدق در این زمینه نادرست به نظر نمیرسد. مترجم نمیرشته اداره اطلاعات وزارت امور خارجه کسانی را که به نقاط مختلف شهر فرستاده بود که مراقب اوضاع باشند و مرتبا تحولات شهر را گزارش دهند همه گزارش ها حکایت از گسترش سریع این تظاهرات علیه مصدق و به نفع شاه و سرلشکر زاهدی داشت. در ساعت 11 صبح سردستگان بازار بران شدند که با تماس تلفنی از آیت الله عظما بروجردی مرجع تقلید شیعیان کسب تکلیف کنند. آیت الله عظما به آنها اجازه داد که دکانها و دفاتر خود را تعطیل کنند و به تظاهر کنندگان بپیوندند. اندکی قبل از ساعت 12 گزارش به وزارت امور خارجه رسید که جمعیت قریب به 10,000 نفر از بازار تهران حرکت کرده عازم مرکز شهر هستند. اینجا شماره 2 گذاشته نوشته خاطرات سیاسی عبدالحسین مصباح منبع ذکر شده. خب میریم صفحه 293 شبکه های توانای حزب توده از هر حرکتی اجتناب کردند. آنها میخواستند جناهای مختلف بورژوازی را ببخشید جناهای مختلف بورژوازی را به حال خود بگذارند تا توان و رقم خود را از دست بدهند، سپس وارد میدان شوند و سررشته کارها را به دست بگیرند. یعنی میخواستن که طرفداران مصدق و زاهدی که دو گروه به نظر از وجود بورژوازی بودن برج فارسی در شهرهای اروپا که چیز داشت برج دارو داشت، یک گروهی بیان میامدن زیر برج ها جنس هاشون میفوختن، اینا رو میگفتن برژوا، یعنی آدم هایی که زیر برج میشینن و از اونجا سرمایه داریه خرد سرمایه داری به بورژوازی و کل بزرگ سرمایه داری به کاپیتالیسم نامیده شد. نگرانی اصلی بروجردی از تسلط توده‌ای ها بر ایران بود. تظاهرات شدید و زیاده روی آنان وی را واداشت که به بازاریان تهران و شهرهای دیگر اجازه تظاهر بدهد و ورق را به سود زاهدی و در نهایت امر شاه برگرداند.
اطلس صفحه 294 میخونم. روزنامه لوموند در شماره 21 اوت 1953 خود چنین نوشت: بامداد 19 اوت دکتر مصدق کاملا بر اوضاع مسلط بود و گودتای نظامی سه روز قبل شکست خورده محسوب می شد. همان روز به هنگام ظهر رژیم او سقوط کرد. تظاهرات جانبداری از شاه که گروهی از جوانان آن را آغاز کرده بودند اندک اندک اوج گرفت تا اینکه چند واحد نظامی که با شتاب از سوی جنرال زاهدی جمع شده بودند به کمک آنان برسند. به این ترتیب زود حرکت‌های خیابانی تبدیل به انقلاب شد. سقوط مصدق و دو سال حکومتش قدرت طرفداران توده را نشان داد. حزب توده از مصدق حمایت میکرد و او توفیق میافت. بله، حزب توده از مصدق حمایت میکرد و او توفیق میافت. توده حمایت خود را از او قطع کرد و مصدق سقوط کرد. در حقیقت از مدتی پیش اندیشه ناسیونالیسم که مصدق مدافع آن بود دیگر محتوایی نداشت. تنها سخنان او بر ضد امپریالیسم باقی مانده بود، یعنی همان چیزی که توده‌ای‌ها می‌خواستند. حالا صفحه 295، خب اجازه بدید این صفحه 295 رو دیگه بذارم برای بعد، یک کمی مونده دیگه، زیاد نیست، ولی خب وقت ما اجازه نخواهد داد. خب معمولا اینطور نباید باشه که در یک برنامه تلویزیونی همش از اول تا آخر یک کتاب بگه، برای که اینجا که کلاس درس نیست، ولی خب خواستی دیگه، خود عزیزان از جمله آقای پارسا خواستن که من این کارو بکنم و من این کارو کردم. کتاب‌های مختلف رو به شما نشون دادم و به نظر من مستندترین این کتاب‌ها همین بود که من براتون خوندم، که آقای هوشنگ نهاوندی و اون آقای فرانسوی به اتفاق هم نوشتن و روزنامه‌های فرانسه و بلژیک و رادیوهای این کشورها تایید کردن که به عنوان یک بیوگرافی بسیار خوب. و چهارمین پرفروش‌ترین بیوگرافی بوده که در عرض 3 ماه به چاپ سوم رسیده و در به زبان اصلش به زبان فرانسه بوده، بعد به زبان فارسی ترجمه شده و ظاهراً شرکت کتاب این رو به فارسی نوشته، فکر کنم انگلیسیش هم نوشته شده باشه، ولی در اصل فرانسه بعد فارسی بعد انگلیسی. خب من چون علاقمند خوندن کتاب به زبان انگلیسی نیستم، به خاطر اینکه خب زبانی که من بهش مسلطم در خواندن و نوشتن فارسی و انگلیسی رو میخونم، ولی خب به کندی و ممکنه بعضی لغات رو نفهمم دیگه. البته فارسی هم بعضی لغات نمیفهمم، ولی در انگلیسی بیشتر. حالا من همونطور که آقای ناصر توکلی گفتن، آقای امیدوار، خب میدونید آقای امیدوار کار میکنه، یعنی درآمدش از این تلویزیون نیست. مثلا فرض کنیم که آقای مثلا حمید شبخیر درآمدش از اون تلویزیون نشونه، آقای مثلا فرض کنیم شجره درآمدش از تلویزیون نشونه، ولی آقای شهرام همایون درآمدش از تلویزیون نشونه. من همشون هم برای من محترمن، اونایی که فکر کنید من مثلا ایراد میگیرم، ولی آقای امیدوار درآمدی نداره تلویزیونش. درآمد تلویزیون آقای امیدوار همون کمک‌هاییست که برنامه‌سازا میکنن و همون پولاییست که بعضی از بینندگان میفرستن و اینا مبلغش کمه، میدونی؟ باز بیشتر برنامه سازا پول میدن تا بیننده ها، و بیننده ها باید یکم بیشتر همت کنن. ببینید ما برای کشورمون باید یه مقدار زحمت بکشیم، که بی زحمت که نمیشه، که هیچ کاری بی زحمت نتیجه نمیده. برحال امیدوارم که خانم و آقایون یکم بیشتر فکر کنن و خودتون قضاوت کنن. اگر دیدن حرفای من درسته، اگر دیدن کمک به این تلویزیون ایتو یک چیزیست که به صلاح مملکته، این کار رو بکنن. من امیدوارم که در برنامه بعدی این
کتاب رو کمیش مونده، شاید مثلا 20 دقیقه نیم ساعت وقت لازم باشه که تموم بشه و بعد بریم درباره انتخابات ایران صحبت کنیم. و در مورد انتخابات من یه چیز بگم، چه اونایی که انتخابات رو تحریم کردن، چه اونایی که انتخابات رو تشویق کردن، همشون ایران دوستن، هیچ شک نکنید. روش من از اونایی بودم که انتخابات خارج از ایران رو، یعنی انتخابات ما بیرون مرزی ها رو گفتم تحریم بشه بهتره، ولی درون مرزی ها برن رأی بدن. بلکه درون مرزی ها که رأی بدن، اولا که رأی ندن چیزی به حکومت لطمه نمیخوره، اما بیرون مرزی ها که رأی ندن خیلی فرق میکنه، چون که صفی تشکیل نمیشه و همه مردم کشورهای خارج میدونن که اصلا این انتخابات مردم طرفدار این دولت اصلا نیستن. اما داخل به هر حال ببینید، بین اون که 30 درجه شقاوت و لعامت داره و اونی که 20 درجه داره فرقه. مردم میرن اون 20 درجه رو انتخاب میکنن، چون اون 20 درجه دستشون رو زیر سنگ کمتر فشار میده، استخوناشون کمتر له میشه. ما میگیم تحریم کن، من خودم میگم نفسم از جای گرم در میاد، نمیدونی مردم وسط چی میکشن، برایشون یه نسیم، یه نسیم کوتاهی باز بشه، یه دریچه انقدی باز بشه، یه نفس میکشن. ما میگیم نه، میخواد دریچه همه بسته بشه. خب من براتون شادی، پیروزی، تندرستی آرزو میکنم و شما رو به خرد خودتون میسپارم.